درود بر همه بینندگان و شنوندگان برنامه فرهنگسازی آرتمیس سهورا هستم دبیر کل حزب رستاخیز ایران گرایان و امروز برنامه دیگری داریم از سری برنامه های فرهنگسازی همونطوری که میدونید در این سری از برنامه ها درباره آنچه که مسائل مهم است و ایراداتی که ممکنه که در کشور ما از فرهنگی وجود داشته باشه و البته ما منکر نمیشیم که احتمال داره که خیلی از این ایرادات در کشورها و نقاط دیگر جهان هم وجود داشته باشند ولی از اون جایی که برای ما ایران خودمون مهم هست درباره این مسائل فرهنگی در ایران خودمون میپردازیم امروز درباره خشونت در جامعه میخوایم صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا اول خشونت چی هست و چه مراحلی داره و چرا اتفاق میفته و چگونه میشه در یک اجتماع سالم و روان درست و تندرست در واقع اونو کاهش داد انواع و اقسام خشونت رو ممکنه همه ما دیده و شنیده باشیم خشونت گونه های گوناگونی در واقع داره خشونت میتونه جنسی باشه خشونت میتونه غیر جنسی باشه خشونت میتونه کلامی باشه خشونت میتونه درباره کودکان باشه خشونت میتونه علیه کارمندان باشه در یک محیط کار خشونت میتونه درباره بخشی از جامعه باشه مثلا زنان باشه یا افرادی که ممکنه که مثلا از نظر مغزی ضعیفتر هستند یا مشکلات و ناتوانایی های جسمی دارن خشونت میتونه در زندان ها اتفاق بیفته خشونت میتونه در کشورهای در حال جنگ روی بده و خشونت میتونه در کشورهایی با حکومتهای توتالیتر خطرناک به طور سیستماتیک انجام بشه که به عنوان نمونه در ایران خودمون کاملا خشونت سیستماتیک داریم که از سوی دولت بر اجتماع و بر مردم اعمال میشه و حتی در بخشهایی از جهان که ایران هم باز بخشی از اون بخش از جهان هست خشونت های مذهبی داریم خشونت به طور کلی سه بخش داره یکی اینکه فردی که با خشونت رو بروز دوم فردی که خشونتگره و اون خشونت رو اعمال میکنه و سوم کسانی که بیننده و در واقع شاهد خشونت هستند در واقع این سه بخش هست که یک خشونت رو به صورت چرخه‌ای در جامعه نگه می‌داره و ادامه میده یعنی کسی که خودش مورد خشونت قرار میگیره و نمیتونه از خودش به اندازه کافی مراقبت یا دفاع بکنه کسی که اون خشونت رو بر دیگران اعمال میکنه که یا ممکن از قدرت بالاتر برخوردار بشه یا از یا قانون به نفعش باشه به یک جوری یا اینکه مثل ایران یک حکومت خشونتگر کلا داشته باشیم و بعد هم افرادی که دارن اون خشونت رو میبینن و ممکنه که صداشون در نیاد حالا میتونه در حد شخصی و خصوصی باشه میتونه در حد گسترده در یک اجتماع باشه به طور کلی ما میبینیم که در کشورهای اسلامی میزان خشونت بسیار بسیار بالاست به خاطر اینکه خشونت شکلش خیلی فراگیره و ایدئولوژیکه و کشورهایی که خشونت ایدئولوژیک توشون وجود داره از شاید بیرحمانه ترین و خطرناکترین اشکال خشونت هست برای اینکه افرادی رو شما میبینید در اون اجتماع که بدون اینکه هیچ احساس گناهی از اعمال اون خشونت داشته باشن بلکه خودشون رو به خاطری که تابع یا پیرو یک ایدئولوژی خاص هستند، محق هم میدونن در اعمال اون خشونت از هیچ نوع بیرحمی و ستمیلی خودداری نمیکنن و حتی در بسیاری مواقع از حد انسانی هم بسیار پایینتر تر میرن مانند خشونتی که ما در مورد اسرائیلیان در غزه دیدیم اتفاقی که افتاد و شروع وحشیانه یک خشونت بیهوده ایدئولوژیک و بیسر و ته که دیدیم چه اعمال و رفتار سادیستیک و غیر انسانی اینها مرتکب شدن خشونت علیه زنان در بسیاری از بخش‌های جهان وجود داره و میتونیم بگیم که یکی از کهن‌ترین انواع خشونت هست در جهان مانند همون خشونت ایدئولوژیک این هم یکی از کهن‌ترین اشکال خشونت هست و این یکی از مستقیم‌ترین دلایلش به خاطر ضعف فیزیکی است که ممکنه که زنان نسبت به مردان داشته باشند و این از درازای تاریخ حتی از دوران انسانهای نندرتال خشونت علیه بخش ناتوانتر جامعه حالا اگر اون موقع جامعه هم وجود نداشت قبیله یا گروهی که با هم زندگی میکردن این رو میدیدیم و این فقط هم خب البته شامل زنان نبود هر نوع بخش ضعیفتر یا ناتوانتر اون قبیله میتونست مورد حجوم و ستم همون قبیله یا قبیله های نیرومندتر هم قرار بگیرن در ایران کنونی که نگاه میکنید تمام همسایگان ایران و به طور کلی در ناحیه خاورمیانه ما میزان خشونت رو بسیار بسیار بالا میبینیم که بخش بسیار مهمیش از همون خشونت ایدئولوژیک و نگاه تحقیرآمیزی که در این نوع خشونت به کل موجودات میتونه وجود داشته باشه یعنی کسی که هم باور شما نیست شما میتونید علیش خشونت کنید هم اندیشتون نیست از قبیله و قوم شما نیست حتی از کشور شما نیست و خب زنان هم به صورت کاملا سیستماتیک علیهشون خشونت در کشورهای اسلامی چه از سوی حکومت چه از سوی متولیان اون دین و چه از سوی افراد باورمنده به با اون دین یا پیروان اون دین داره اعمال میشه و این یک مسئله است که میبینیم در ناحیه میانه زنان بسیاری تحت, تحت خشونت های بسیار غیر قابل تصوری قرار دارند و اصلا براشون یک امر سنتی به صورت یک امر سنتی در اومده و حتی بسیاری از این زنان از اونجایی که ناچار و ناگزیر در این اجتماع دارن به دنیا میان و بزرگ میشن و هر روزه با این خشونتهای کاملا سیستماتیک مواجه هستن یک بخشی از این رو اصلا به عنوان سرنوشت حتمی خودشون پذیرفتن که ما زن هستیم و باید هم بپذیریم و تحمل بکنیم این ستم رو شما از افغانستان و پاکستان در شرق ایران میبینید این اتفاقها داره هر روزه میفته خب در ایران هم که به صورت کاملا سیستماتیک از طرف حکومت این اتفاق میفته و بعد به سوی همسایگان غربیمون که میرین در تمام کشورهای اسلامی خاورمیانه میانه شما این خشونت سیستماتیک علیه زن رو دارید میبینید و حتی شما میتونید در نظر بگیرید که خشونت سیستماتیک علیه زنان در بخش های دیگری از جهان هم دیده میشن مثل آمریکای جنوبی که ما میدونیم به صورت روزانه خیلی از زنان دارن در آمریکای جنوبی مورد حمله یا تجاوز قرار میگیرن و حتی در شرق هم در آسیای دور هم شما در تای... تایلند یا ویتنام یا کامبوج و کشورهای این چنینی حالا اندونزی و مالیزی هم این خشونت رو میبینید در برخی از اونها حتی به صورت بهرکشی ها و خرید فروش های جنسیست و در بخش دیگری باز مسئله عقیدتی و مثل مالزی و اندونزی خب کشورهایی هم هستن که مسلمان هم هستند. بنابراین میبینیم که در سراسر جهان ما خشونت رو بسیار زیاد میبینیم که همون جوری که گفتم یا پایه ایدئولوژیک داره یا پایه سیستماتیک به خاطر حکومت توتالیتر داره یا پایه به اصطلاح ستم توانمندتر به ناتوانتر از نظر فیزیکی و اجتماعی وجود داره حالا عرصه هایی که اعمال خشونت از طریق اونا انجام میشن عبارتند از قوانین مدون زن است که در بسیاری از کشورها من جمله کشورهای اسلامی که مهمترینشون در جامعه هستن در جهان هستند داریم میبینیم که کاملا تحت پوشش قانون قوانین مدون که در بسیاری از این کشورها قوانین مدنی هم نیستن قوانین دینی و شریعه اسلامی به اصطلاح حالا هستند اعمال میشه بعد خشونت فرهنگ اجتماعی است که فرهنگ های اجتماعی و خانوادگی زن ستیز خیلی اوقات این خشونت ها رو دارن ایجاد میکنن و بعد تفاسیر متفاوت قانونی که از سوی مجریان قانون در واقع دارن انجام میشن این خشونت ها رو کاملا اعمال میکنن و بعد هم در افراد و خانواده هایی که در واقع حالت قبیله ای و قومی دارن و در کشورهای توسعه نیافته شما خشونت رو بسیار به طور روزمره خیلی آشکار حالا میبینید تا کشورهای توسعه یافته که هم قوانینشون قوانین به اصطلاح زن ستیز نیستن هم قوانینشون خیلی انسانی و بر مبنای حقوق برابر معمولا بنا شدند و هم مجریان تعبیر و تفسیرهای من درآوردی خودشون رو از قوانینش کشوری ندارن و برای همین میبینید که در کشورهای توسعه یافته که آموزش و پرورش و حقوق برابر بیشتر هست و به مردم بهتر آموزش میدن که خشونت راه حل در واقع درست حل مشکلات اجتماعی و فرهنگی و به اصطلاح جامعه و حتی ذهنی و روحی شما نیست در این کشورها خشونت کمتره از سوی دیگه در کشورهایی که قانون خیلی درست انجام میشه کشورهای قانونمند که بر مبنا و پایه قوانین درست مدرن انسانی بنا شدن خشونتگر نمیتونه قصر در بره از ایجاد یا اعمال خشونت یا انجام خشونت و قوانین خیلی سفت و سخت یقی افراد خشونت آفرین یا خشونت اعمالگر رو خشونتگر رو در واقع میگیره و اونها رو به مجازات میرسونه بنابراین تا اینجا ما متوجه شدیم که در چه بخش‌های از جهان خشونت بیشتره و بعد هم متوجه شدیم که چه بنیادهایی معمولا این خشونتها رو ایجاد میکنن در جوامع مختلف حالا به طور کلی باید بدونیم خشونت یک سلسله مراتب داره یعنی خشونت یک جوری آموختنی و دیدنی است یعنی اگر که شما در یک خانواده ای که افراد افراد به هم خشونت میکنن مثلا پدر مادر رو میزنه یا مادر بچه ها رو میزنه یا بچه ها هم دیگه بچه های بزرگتر کوچیکترها رو میزنن این خشونت از خانواده میتونه آموخته بشه و در, در واقع این مرتبه اولش از محیط آموزشی ما شکل میگیره در کشورهای توسعه نیافته از این رو خشونت خیلی از سنین کم آموز آموخته میشه برای انسان ها برای اینکه خودشون بیشتر و اوریانتر آشکارتر مورد خشونت قرار میگیرن و از کودکی هم قرار میگیرن و این خشونت یک جورهای نهادی نمیشه در افراد دوم من این که خشونت هوشمنده یعنی خشونت دقیقا میدونه در کجاها میتونه خودشو نشون بده و در کجاها نمیتونه بنابراین خشونت هوشمند هم یک مرتبه دیگری از خشونت یعنی خشونتی که آموخته میشه و خشونتی که هوشمندانه اعمال میشه ممکنه افرادی شما ببینید که در اجتماع کاملا رفتار نرمال و متعادلی دارن و هوشمندانه رفتار میکنن و خشونت خودشون رو نشونه میدن ولی هنگامی که پاشون رو به زندگی خصوصی خودشون میذارن خشونت رو نشون میدن یا حتی افراد در مؤسسات دولتی یا در محیط های اجتماعی کاری ممکنه خشونت رو به صورت زیر پوستی نشون بدن که کسی نتونه ازشون ایراد بگیره حتی شما میتونید خشونت رو شامل نگاه یا شیوه رفتارتون و تبعیضی که میذارید بین افراد مختلف حالا چه در محیط کاریتون چه در محیط خانوادگیتون چه در به اصطلاح اجتماع این رو بتونید ببینید و بعد هم این که خشونت چرخه‌ای اعمال میشه یعنی شما خشونت میبینید خشونت اجرا میکنید و این خشونت رو تسری میدید و این به یک چرخه بیمارگونه یا معیوب مرتب داره تکرار میشه و معمولا کسانی که خودشون بیشترین میزان خشونت رو در کودکی خودشون تجربه کردن در سرینی که شخصیت شما شکل میگیره خودشون از مهمترین عوامل ایجاد و تکرار اون خشونت هستن و کاملا بدون احساس عذاب وجدان و با همه خشمی که در درونشون هست این رو انجام میدن و این چرخه رو به چرخ چرخیدن در واقع ترغیب میکنن و با می دارن نخستین نکته اینه که برای جلوگیری از خشونت در جامعه نخست نبایستی اجازه بدیم خشونت انجام بشه یعنی میشه در اجتماع جلوی روی دادن خشونت رو کاملا نیرومندانه گرفت از آموزگار یا معلمی که ممکنه در مدرسه خشونتی اعمال کنه از پدر یا مادری که ممکنه خشونت اعمال کنن از بچه هایی که ممکنه در حق هم دیگه خوشونت اعمال بکنن تا کارفرمایی که ممکنه در حق کارمند خودش خشونت بکنه و بعد میرسیم به دولتی که در حق مردم خودش خشونت میکنه بنابراین خشونت میشه جلوگیری بشه و دوم اینکه خشونت رو نباید مخفی کنیم ما بایستی هر جا خشونت رو میبینیم جلوش وایسیم و به ویژه در مورد ما ایرانی ها که از روی فرهنگ خودمون بسیار انسانهای مهربان و رواداری در فرهنگ پایه ایرانی ما بوده و نگهبانی و نگهداری از جهان هستی و همه آنچه که در اون هست از وظایف و خیشکاری های یک انسان ایرانی است بایستی یادمون باشه خشونت تحت هیچ عنوان نباید مخفی بشه و ما هر جا خشونت رو میبینیم باید آشکارش کنیم و به دید و شنید دیگران برسونیم در اجتماع و بعد اینکه باید بدونیم خشونت ها رو هر چند جزئی خشونت در نظر بگیریم نباید بگیم خب حالا این که چیز مهمی نبود مثلا یه چک خورد تو گوشه بچه ولی باید بدونیم که خشونت هر اندازه کوچک هم باشه حتی در حق یک جانور دیگه جاندار دیگری باشه نه انسان حتی یا حتی در حق یک محیط زیست باشه ما نباید حتی کوچکترین خشونت و بیرحمی رو مخفی بکنیم و بگیم که این کوچیکه هنوز اینقدر بزرگ نشده که مطرحش بکنیم و بعد هم اینکه خشونت رو به عوامل یعنی بهانه تراشی برای خشونت نکنیم و به عوامل بیرونی نسبت ندیم بلکه ما باید بدونیم که خشونت رو اصلا تحت هیچ عنوان نباید براش دلیل و بهانه تراشید و باید خشونتگر رو نشون داد معرفی کرد و کاملا تقصیر خود اون فرد خشونتگر خشونت رو بدونیم نباید بگیم خب حالا این چون عصبانیه حق داره خشونت بکنه چون این حقش خورده شده حق داره که خشونت بکنه چون یکی تو گوشش خورده حق داره تو گوش نفر بعدی بزنه چون یه نفر پولش رو خورده حق داره که این کار رو رو نفر بعدی انجام بده و پول نفر بعدی رو رسته بکنه یعنی این خشونت ها رو در جامعه باید خشونتگر رو کاملا مسئول خشونتی که انجام میده بدونیم و در نظر بگیریم و از اون جایی که بیشترین میزان خشونت ها در جهان نشون داده شده که معمولا از سوی افراد نیرومندتر حالا اگر در جامعه مردان هستن حکومت هست و اینها هست باید حواسمون باشه که افراد رو در واقع نشون بدیم و کلیشه ها رو بندازیم دور اینکه زن ضعیفتر باید خشونت ببینه یا حالا باید تحمل بکنه یک خشونت رو یا فرزند کوچکتر باید این خشونت رو از فرزند بزرگتر تحمل بکنه یا حتی اینکه ما اعتقاد داریم مثلا فرض کنید یک بچه شما بزرگتره حتی اگه یک مثلا فرزند بزرگتر شما پسره پسر کوچکتر میزنه نباید برگردیم بگیم مرد که گریه نمیکنه باید محکم باشی حالا یه چک خوردی فقط طوری در شده و این گونه چیزها رو که به صورت کلیشه در اومده ما باید این کلیشه ها رو یه جورایی جلوگیری کنیم و بشکنیمشون و بایستی اجازه بدیم افراد هنگامی که خشونت میبینن بیان و در موردش صحبت بکنن و ابراز احساسات بکنن در مورد اون خشونتی که دیدن و نباید هیچ وقت اینها رو هم در واقع عیب یا در واقع خجالت آور بدونیم برای همین هست که میبینید در خیلی از جوامع در واقع سنتی تر و بویژه در جوامع اسلامی شما میبینید که حتی مردم موقعی که بچه هاشون مورد تجاوز یا دست درازی دیگران قرار میگیرن خجالت میکشن و برای اینکه آبرو ریزی نشه نمیان عنوان بکنن نمیرن شکایت بکنن نمیرن پلیس ببینن نمیرن در موارد قانونی وارد اقدام قانونی بشن به خاطر اینکه مسئله آبرو یا مسئله خجالت یا مسئله شرم و این چیزها جلوی مردم رو میگیره و میترسن که برن از خشونتی که بهشون شده صحبت بکنن در جایی و از این روی اگر این کار رو نکنیم این خشونت و زیر پوستی و نهادینه و مخفی در جامعه نگه میداریم و اجازه نمیدید چرخه خشونت متوقف بشه از سوی دیگه اگر افراد بدونن که برای اعمال خشونت عواقبی در پی براشون خواهد داشت و در انتظارشون هست خشونت به مقدار بسیاری جلوش گرفته میشه یک آزمایش یک تستی اومدن کردن در سوئد در مورد خشونت خانگی و بسیاری از افرادی که میگفتن ما عصبانی هستیم یا دست خودمون نیست یا مثلا حتی در اجتماع یا در محیط کارشون جرأت ابراز هیچ نوع خشونتی رو نداشتن ولی وقتی میومدن تو خونه مثلا داد و فریاد میکردن سر افراد خانواده یا کتکشون میزدن یا اعمال خشونت های گوناگون حالا فیزیکی یا زبانی میکردن هنگامی که متوجه شدم باید یک جریمه بسیار سنگین به ازای خشونتی که مرتکب میشن مثلا حتی اگر زبانی بوده و فیزیکی هم نبوده و اینا رو تونسته بودن ضبط بکنن رکورد کنن بازندخت کنن و در دادگاه پخش بکنن و افراد محکوم شده بودن به پرداخت هزینه بسیار سنگین حالا منهای موارد به اصطلاح زندان بر اوقات به خاطر همون خشونت های زبانی و فهاشی و کلمات خجالت آور و دیگران رو دوچار شرم و ناراحتی روحی و روانی کردن مجبور شدن جریمه بدن بعد از این مدت دیدن که این فردی که ادعا می کرد که من نمیتونم خودم رو کنترل بکنم و دست خودم نیست به راحتی حتی بدونی که به به مشاور معرفی بشه و مشاوره بگیره و دارو بگیره یا هر مسئله دیگه برای مسئله انگر منیجمنتش یا کنترل خشمش دیدن حتی همین مجازات نقدی سنگینی که براشون گذاشتن تونست جلوی بسیاری از خشونت ها رو بگیره و میزان خشونت رو به مقدار قابل ملاحظه کاهش بده بنابراین متوجه میشیم که خشونت زدایی اگر که با قانون مواجه بشه افراد خشونتگر میتونن جلوی خودشون رو بگیرن و میتونن تغییر شیوه رفتار خودشون رو بدن و در واقع میزان خشونت کاهش پیدا میکنه از سوی دیگه این که جامعه باید با این موضوع آگاه بشه که ما هنگامی که از توی خانه و خانوادهمون جلوی خشونت رو نمیگیریم فرزندانی تربیت میکنیم که خیلی راحتتر در اجتماع مورد خشونت قرار گرفتن رو میپذیرن و صداشون در نمیاد و خیلی از این مواردی که ما جلوی خوشونت خانواده رو نگیریم موجب میشه که فرزندان هنگامی که به مدرسه میرن بترسن از دیگران و خیلی از اتفاقاتی مثل همین تمسخرهایی که در مدرسه میشن افراد یا به اصطلاح بولینگی که اسمش هست در غرب این جلوش گرفته میشه چون فرزند شما در خونه آموخته که نباید اجازه بدم در حق من خشونت فیزیکی یا زبانی بشه و اگر شد من بایستی برم در موردش با خانه و با مسئولین مدرسه صحبت بکنم و جلوش رو بگیرم بنابراین میرسیم به اینجا که برای همه ما یک مراحل وجود داره که باید بیاموزیم و باید در اجتماع آموزش بدیم تا چرخه به اصطلاح خشونت جلوش گرفته بشه و نخستینش اینه که همه جامعه از سنین کودکستان تا سنین بسیار بالا از سوی شبکه های اجتماعی یا آموزش های گوناگونی که از جامعه به جامعه داده میشه از سوی دولت و بخش های بخشایی که جامعه شناسی و روانشناسی جامعه رو دارن بررسی میکنن و آموزش میدن و کمک میکنن به بهتر شدن وضع روحی و روانی و حقوق انسانی در جوامع بایست این آموزش ها به صورت مرتب از بود که تا پایان عمر داده بشه و نخست باید به جامعه بیاموزیم برای اینکه خشونت کنترل بشه خیلی مهمه که مردان جامعه هم به صورت کاملا فعال و دست به کار در این راه پیش قدم بشم و کمک بکنم برای اینکه بسیاری از خشونت ها معمولا از سوی مرد ها یا افراد خوب توانمندتر داره انجام میشه و اگر اینها آموزش ببینن که چگونه جلوی خشونت رو باید گرفت خودشون میشن تبدیل میشن به هایی که توی اجتماع جلوی بروز خشونت رو حتی از سوی افراد دیگر جامعه میتونن بگیرن و مفهوم خشونت بایستی در جامعه آموزش داده بشه اینکه اصلا خشونت چیست بعضیا ممکنه خیلی از اتفاقاتی که در روز برشون میفته رو توی گروه خشونت طبقه بندی نکنن اصلا ندونن نامش خشونت هست خشونت میتونه از زبانی باشه فیزیکی باشه تبعیض های گوناگون باشه در بخش های گوناگون جامعه باشه و بایستی اینها آموزش داده بشه که اینها شامل واژه خشونت میشن بسیاری از این مسائل در اجتماع و بعد هم بایستی خشونت جلوش در اجتماع گرفته بشه در بسیاری از جوامع مثل همین کشور ما در ایران که میان و اعدام و شلاق زدن و در واقع سنگسار در بسیاری از کشور اسلامی داره در ملع عام انجام میشه یکی از مسائلی است که خشونت رو به صورت سیستماتیک در اجتماع وارد میکنه و آموزش میده مردمی که با افراد خانوادهشون با فرزندان کوچک و خردسالشون میرن در جاهای وای میستن و خشونت رو نگ... می میکنن مثل بریدن سر حیوانات مثل عید قربان مثل دار زدن در ملعام که مردم بچه‌هاشون رو با خودشون برن اینها اقدامات بسیار اشتباهی است حالا کاری نداریم مثلا به اون مسئله بربریتی که خب در دین اسلام وجود داره و حتی در عیدشون به اصطلاح عیدشون عید قربانه که خشونت رو کاملا آشکار انجام میدن ولی ما به عنوان خانواده در یک جامعه که حتی دولتش این دولت اسلامی خشونت آفرین هست بایستی از خودمون شروع کنیم دست کم نگذاریم بچه هامون صحنه های خشونت ها رو ببینن و براشون به مسئله عادی و تفریح روزمره تبدیل بشه و بایستی که از خودمون آغاز بکنیم در خونه هامون که آموزش بدیم که خشونت هر نوعش زشته و غیر پذ... است نا... و بایستی جلوش گرفته بشه بایستی به فرزندان بیاموزیم که خشونت فقط شامل انسان ها نمیشه شما بایستی بیاموزید که رفتارتون به همه چیز و همه کس و همه بخش یک کشور انسانی باشه شامل آب و خاک و آ... باد و نمیدونم درخت و جانور و رودخانه و هر آنچه که شما در یک سرزمین میبینید اینها باید مورد مهر و مورد نگهبانی ما باشند و ما نباید هیچ نوع خشونتی حتی به غیر انسان وارد بکنیم و جلوی این نوع ها رو هم باید بگیریم از سوی دیگه بایستی بیاموزیم که در بخش های گوناگون جامعه ما بایستی کسانی رو داشته باشیم که این محبت ها و این مهرورزی رو گسترش میدن مثل های نگهبانی از حیوانات هایی که میان و حیوانات مریض رو میبرن و نگهبانی میکنن بچه رو ببریم در این گونه مراکز از نزدیک ببینن و کار داوطلبانه بکنیم چه خودمون چه افراد خانوادهمون بریم و به حیوانات کمک کنیم بریم و بهشون غذا بدیم بریم از حیوانات پرستاری کنیم بریم در جاهایی که مثل سراهای سالمندان هست خدمات رایگان ارائه یاد بدیم به بچه هامون که باید مهر داشته باشیم به سالمندان به ناتوانان به معلولین به کسانی که هر گونه مشکلات جسمی و روحی دارن باید مهربانانه برخورد بشه و اینو از کودکی باید ببینیم بچه هامون ببینن و بهشون نشون بدیم و آموزش بدیم از روش هایی که میتونه خشونت رو در جامعه کاهش بده آموزش بخش های گوناگون جامعه است برای رفتار انسانی کاری که متاسفانه در ایران ما انجام نمیشه پلیس ما خشونت آفرینه پلیس ما خشونت اعمال میکنه علیه مردم عل... به جای اینکه ما در کشوری با قوانین حامی زن، کودک، حیوان و به اصطلاح افراد آسیب پذیرتر اجتماع باشیم کاملا به صورت سیستماتیک پلیسی داریم که خشونت علیه فرزندان ما، جوانان ما، زنان ما، دختران ما اعمال میکنه شهرداری داریم که سگ ها رو با تیر میکشه و سم میده به حیوانات گربه ها و حیوانات دیگر رو میکشند در اجتماع و مجازات داره حتی شما وقتی که میخواید با رفتار انسانی از حیوانات نگهداری و نگهبانی کنید و اونها رو میارید و نگهداری میکنید و میارید در خیابون میگردونید علیه شما به صورت قانونی این حکومت و نیروی پلیسش وارد اقدام میشن و از همین سو هم میبینید که در مدارس ما در مدارس به ویژه در جاهای دور تر که پدر و مادرها به اون صورت نیاموختن باید چگونه موازه به فرزندان باشن و حامی حقوق فرزندانشون باشن میبینیم در بسیاری از مدارس بچه ها رو کتک میزنن با چوب میزنن توی گوششون میزنن تنبیه بدنیشون میکنن و انواع حقارت ها رو در حق فرزندان این آب و خاک اعمال میکنن بنابراین این یک کوشش جمعی نیاز داره درسته که ما در این کشور زندگی می کنیم با یک حکومت بسیار بیرحم سفاک ستمگر ولی ما خودمون به عنوان مردم ایران 85 میلیون مردم درون ایران بایستی از خودمون و خانواده هامون و محیط زندگیمون این مهرورزی رو و آموزش مبارزه و رویارویی با خشونت رو بدیم به فرزندانمون صدای رسای فرزندانمون باشیم نگذاریم کسی به افراد آسیب پذیرتر در اجتماع افراد بیمار افراد معلول زنان دختران و کودکان و جانوران این مرز و بوم ستمی وارد بکنه کمک بکنیم با کار داوطلبانه با همتی که هر کدوم از ما ممکنه یک ساعت در هفته فقط وقتمون رو بگذاریم برای آموزش مبارزه با خشونت، جلوگیری از خشونت و اینکه مردم را آشنا بکنیم با واژه خشونت و انواع گوناگون خشونت که ممکنه خیلی از ما در بسیار از مناطق حتی دور افتاده کشور ندونیم که اینها توی بخش خشونت طبقه بندی میشن زیر گروه خشونت طبقه بندی میشن و اینها رو ما بایستی آغاز بکنیم تا روزی که ما بتونیم این حکومت سراسر ستم رو سرنگون بکنیم و ایرانمون رو آزاد بکنیم و یک کشور ملی ایرانی و ایرانگرای حکومت ایرانگرایی رو بر سر به اصطلاح این مملکت بذاریم و بتونیم یک کشوری داشته باشیم مطابق با استانداردهای بین المللی استانداردهای انسانی که مهمتر از همه جهان خود ما به عنوان این ملت بزرگ ایران در درازای تاریخ بزرگترین پیامآوران مبارزه با خشونت رفتار انسانی و رواداری در سطح جهان بودیم و دوباره بتونیم با این هویت ایرانی و با این فرهنگ ایرانی همون سیستم درخشان اندیشه و منش ایرانی رو گسترش بدیم با امید آن روز با شما بدرود میگم پاینده ایران جاویدشاه تا برنامه آینده خدا نگهدار